سلام به همه شما دوستان خوبم حالتون چطوره امیدوارم که که هستید خوب باشید بریم هم دیگه سرتیتر خبرهای روز رو که در رسانه های آلمانی زبان منتشر میشه مرور بکنیم لغت ها و گرامرش هم بررسی میکنیم که با آموزش زبان آلمانی هم کمک بکنه خیلی از دوستان باز هم کماکان راجع به کتاب اوبالدوچ میپرسن این کتاب ای بوک رو میتونید از وبسایت dochpelishvi.com تهیه بفرمایید اونجا فهرست درساش هست که 140 تا درس و تمرین و جوابهای صحیح و نمونه امتحانی پکیج آلمانی کاربردی هستش Nachrichten 16.03.2022 Schunzahe 2022 از امروز واکسیناسیون اجباری برای بعضی از شغل ها در آلمان به اجرا در میاد تایل این فلیشت این کافت یعنی واکسیناسیون اجباری تایل یعنی یک قسمتی از جامعه این واکسیناسیون اجباری رو دارن این کافت هم یعنی در اصل به اجرا در میاد موقعی قانونی عملی میشه یا به اجرا میخواد در بیاد از این عبارت استفاده میشه

واکسن کرونا رو به طور کامل دریافت کرده ارائه نکرده بایستی که اکنون عواب... حساب اینو بکنه که این کارش عواقب و یا پیامدهایی خواهد داشت اینکه که واکسینه نشده گزوند هایت سنی هایت بغوف شغل های در بهداشت در از فلگ بغوف شغل نگهداری از افراد مثل افرادی که در آلتنهایم ها کار میکنن نخواهیس یعنی گواهی یوبا اتواس راجب اینجا چیه کرونا ایمفونگ فلشنگ کورونا کرونا ایمفونگ یعنی واکسیناسیون کامل یعنی طرف دو یا سه دوزش رو دریافت کرده باشه نون یعنی اکنون کنزکوینسن یعنی عواقب میت اتواس غشنن یعنی حساب این موضوع رو بکنه که این کارش عواقب خواهد داشت stellt das Gesundheitsamt einen Verstoß gegen die Teilimpfpflicht fest, droht den Betroffenen eine Geldbuße von bis zu 2500 Euro. اگر اداره بهداشت یا وزارت بهداشت این موضوع براش قطعی بشه که یک نفر در ضد قانون این واکسیناسیون اجباری که برای یک دست از افراد هستن خطای مرتکب شده یعنی این کار رو انجام نداده اگر به این موضوع پی ببره اون فرد رو یک جریمه مالی تا 2500 اورو تهدید میکنه در قسمت اول فلش فستلن هستش یعنی به چیزی دیگه مطمئن بشن اگه موضوعی به این موضوعی پی ببرن گزونهایتس آمت میشه وزارت بهداشت فشتوس یعنی تخطی از در اینجا به فرض این قانون واکسیناسیون اجباری دقون در ادامه یعنی تهدید کردن که دقوت در اینجا شده بتخوفن یعنی اون فردی که این موضوع شامل حالش میشه گلدبوسه بوس یعنی جریمه مالی بیس تو تا 2500 رو. یعنی میتونه این مبلغ متفاوت باشه Außerdem زند Tätigkeits- اون به möglich فبوت موگلش اون اونگ یمفت فلیگ کرفته نیشت ما این بقوف علاوه بر این ممنوعیت از شغل و یا ورود اون فرد به اون تشکیلات یا به اون ساختمون یا به اونجایی که کار میکنه احتمالش هست به طوری که نیروهای نگهداری از افراد یعنی پرستارها که واکسینه نشدند دیگه نمیتونن که اون شغلشون رو به عنوان اون فلگ کافت یا شوستا یا هر چیزی ادامه بدند آساده ایم از اون کلماتی هستش که بچه که امتحان به فای دارن خیلی میتونه کمک بکنه که نمره بالاتری تو نامه بگیرید نامه های به فای رو مشاهده کنید پوشه مخصوص به خودش رو داره امتحان به اونجا کامل توضیح دادم تیتیشکایتس بود، ممنوعیت از شغل از کار بطخه بود یعنی ورود، ممنوعیت ورود به جایی و فلگ کفت نیروهایی که در این، در شغل نگهداری از افراد کار میکنند به غوف رو که یک شغل هست ناخگین میکنند دوستان یعنی چی؟ یعنی همون شغل رو انجام دادنه یعنی به شغلی مشغول بودن به نوعی که در اینجا میگه که اجازه نمیده که این کار رو انجام بدن بعد اینجا کنتن اومد، کنتن حالت کنیونگتن و که دو گرامر به اینس همه رو درس دادیم یعنی احتمالش از این اتفاق بیفته حالت این هستش که غیر واقعی هستش و هنوز اتفاق نیفتاده میتونه که اتفاق بیفته Auch auf die Einrichtungen kommen Strafen zu, همچنین اون این ریشتون به اون مجموعه اون تشکیلات گفته میشه مثلا یا آلتنهایم یا این ریشتون گه. یا بیمارستان یا این ریشتون اینها هم میتونه جریمه به سراغشون بیاد زالتن زی اون گه و آبایت اون آبایت دی کن اتسلیشس اتست هابن دست این ایمفونگ اوس مدیسینشن گروندن اوشلیست بشفتیگن اگر که اونها یعنی اون تشکیلات اون آلتنهایم یا بیمارستان کارمندان غیر واکسینه ای رو استخدام بکنه که آتست یا گواهی پزشکی ندارن که نشون بده که به واکسیناسیون به دلایل پزشکی برای این فرد امکان پذیر نیست پس اگر اینجور افراد هم استخدام بکنن میتونه اون مؤسسه یا جایی هم که کار میکنن هم جریمه شامل حال اون سازمان بشه زیمسندن ایمشتا تو ملدن sonst droht auch ihnen ein Bußgeld. آنها بایستی که وضعیت واکسیناسیون کارکنانشون رو ملد بکنن اطلاع بدن در غیر این صورت اونها رو هم جریمه مالی تهدید خواهد کرد لغتاش رو با یه نگاه بندازیم آبایت نیما به کسی میگن که جای کار میکنه آبایت نیما قیلن جمع میشه برای خانوم ها ایتسلیش از آتست یعنی گواهی پزشکی و مدیتسینشن گوندوند یعنی دلایل پزشکی. به شفتیگن در اینجا منظور نیست که طرف مشغول کالی میشه در اینجا منظور استخدام شدن فرد هستش و بوسگلد هم یعنی جرمه مالی فیلد امزدسونگ زند لندت سوشتندگ و هیه گیبت از اون تاشیدلیش فوگینز برای به اجرا در آوردن این قانون استانهای آلمان مسئول هستند و در اینجا روش های مختلفی برای عملی کردن این قانون یا به اجرا در آوردن این قانون برای هر استان وجود داره فوگنز وایزه یعنی دستورالعملیه ها... کسی که یک کاری رو به اجرا در میاره طبق یک روش خاصی توشندیک یعنی مسئول بودن یا توشندیش یعنی مسئول چیزی بودن اومزتسونگ در اینجا یعنی از تئوری به عملی اومزتسن بکنه از قانون به واقعا در در محدودیت رو به اجرا در بیارن اینهایتلیش است دست دس از این در پرکسیس ول نخ دوان دفته بس از فیدی بشفت اکتن چیزی که مشترکه این هستش که در عمل به احتمال خیلی زیاد این موضوع مقدار طول میکشه که به اجرا در بیاره تا اینکه اوضاع برای افرادی که کار میکنند واقعا جدی بشه یعنی واقعا اینها رو خطر این جریمه یا اخراج یا ممنوعیت ورود به کار تهدید بکنه میگه احتمالا این مدار زمان میبره دزوفورت فلوست اینکه طرف سریعا شغل یا جایگاه شغلش رو از دست بده این تهدید 100 درصد فعلا وجود نداره یعنی تا این قانون سفت و سخت به اجرا در بیاد احتمالا یه مقدار زمان خواهد برد Einheitlich یعنی واحد یعنی چیزی که یکسان هستش Praxis به چیزی میگن که در عمل به اجرا در میاد و دفته در اینجا هم کنیونکتیف هستش دوستان من و Beschäftigten یعنی کسی که شاقله و مشغول به کاریه Ernst یعنی جدی یعنی منظور وکلیش هم یعنی واقعا جدی بشه این موضوع زفاتی که این چیزی که سریع اتفاق میفته فلوست یعنی از دست دادن چیزی آباید سپلاتس جایگاه شغلی و یه دن فالس نیشتم که در اینجا میگه تهدیدی قطعا اینا رو به طور سریع تهدید نمیکنه که شغلشون رو ات دست بدن بله دوستان من این خبری بود که امروز در آلمان منتشر شد امیدوارم که ویدیوهای دوچ پرزشیوی به شما چه در آموزش زبان آلمانی چه در مطلع شدن از شرایط کشور و جهان و اخبار روز کمک بکنه فراموش نکنید که با لایک کردن ویدیوها میتونید از کانال خودتون داج به حمایت کنید مرسی از همراهیتون تا ویدیوهای بعد بترود